بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به گرمی دلهای شما، سلام به قلبهای مهربان شما. انشالله که همگی شما دوستای خوبیم، جور و صحتمند و خوشحال و موفق باشین و این روز دوشنبه رو تاییدن به بسیار خوبی و خوشی سپری کرده باشین. دوستای نازنین، خیلی زیاد خوش آمدین در برنامه خودتان. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما دوستای نازنین، دوستای خوب، مهربان و دوست داشتنی. امیدوار هستم که خوب باشین و بعد از ظهر شما بخیر. چطور هستین؟ خوب هستین؟ انشاءالله در هر جا که هستین و از هر جایی که بیننده برنامه خودتان هستین، خوب باشین و جور باشین و سلامت باشین. خیلی خوش آمدین دوستای نازنین به برنامه خودتان. سلام سلام نازنین، سلام دوستای خوبم، خوب هستین؟ بله، خدا رو شکر که کلگیتان خوب هستین. دوستا یادتان هم نره که همیشه و همیشه لباس گرم در جانتان باشه که مریض نشین دوستان. بله فولادی جان، سلام به مریم جان و روبابا جان که بود یادم بود. سلام فولادی جان، خوب هستی فولادی جان؟ بله تشکر، من بسیار خوب هستم، شما خوب هستین؟ بله تشکر فولادی جان، بعد از ظهرت بخیر. بعد از ظهر شما هم بخیر، اگه صبح هم میبودید کم نبود. بله زنده باشی فولادی جان. شما خوب هستین دیگه؟ بله فولادی جان، ما کاملا خوب هستیم. ما روبابا جان و دوستای ما انشالله که جور تیار هستیم. انشالله که خودت هم جور تیار باشی فولادی جان. فولادی جان، بله، همین دوستکای نازنین ما که خودت هم میبینن خیلی احساس خوب پیدا میکنن و ما هم همینطور. واقعا؟ بله. این بسیار به همم حس خوبی میده، بسیار. خیلی من دمیان قانی هستم، حتی اگه حس خوبم نگرفتین بازم قانی هستم. حتی اگه ما حس خوب نگیریم قانی هستی؟ بله بله. یعنی بابا جان، یعنی فرقی نداره که ما احساس خوب داشته باشیم یا نداشته باشیم؟ خب نه دیگه، من در هر حالت قناعت دارم، در هر حالت قانع هستم. بابا حتی اگه از من نفرتم کنیم من باشم قانع هستم. مثل که من دیروز گفتم میخوام امتحان لیاقت بدم، حتی اگه ناکامم بانم چیستم، قناعت هستم، قناعت دارم. فولادی فولادی یک دقیقه. بله چی گفته رئیس بر دوست ما؟ چی گفته رئیس تو؟ گفتم اگه در فوتبال باختم بتم بازم قناعت دارم. نه دیگه فولادی جان، بازم بگویم تو نه حتی اگه از زمین جون بفتم بازم قناعت دارم. فولادی متوجه باش، حتی این تکلیم رو خواهد شوه من بازم قناعت دارم. فولادی جان دوستان ما رو نگران نکن. امروز چی گفتی؟ نگران شدی؟ با تشویش شدی؟ بله که نگران شدم. روبابا جان من افتادم. او مزاق میکنم. بله آمدم، مزاق میکنم. رو فولادی جان، بله، اگه بفتی باز اوگار میشی. بله خب اوگار؟ خب اوگار بشم باشم قناعت دارم. نه وای خدا جان، اینو چی گفتن رئیسم؟ خب خود قناعت میشم. میگین باید در همه چیز، در همه عرصه ما باید قناعت داشته باشیم، باید قانع باشه. من دیگه خودم تصمیم گرفتم که همیشه باید قناعت داشته باشم، همیشه باید من قانع باشم. نه فولادی جان، فولادی این قسم قناعت خونی، خدای نکرده اگه بفتی اوگار شوی به این قناعت داره که دستت میده شوه؟ نه خب میشه دیگه، دیگه گناه من چیست دیگه؟ اینا اگه میکوشگه که من بفته اگه میدام شوه من مجبور هستم قناعت کنم. نه نه فولادی جان، این قسم نیست دیگه، خدا باید احتیاط کنه، کوشگهش نباید بفته، خودت نباید بفتی، نباید اوگر شوی. فولادی قسمی نکو، دوستان نازنین ما میبینن امیال گفتران هستن که فولادی رو امروز چه شده، چرا قسمی گپ میزنه؟ قناعت خود دهی من اونست که هر چیزی رو که اتفاق بیفته ما بگیم که ما قانع هستیم. بله بابا جان، نمیفهمم، همیشه شما به من این گپ گفتیم که فولادی جان خودت باید همیشه قناعت داشته باشی. بله من تصمیم گرفتم در هر عرصه زندگی خود قناعت داشته باشم. بله فولادی جان، همین گپ خود ما همیشه گفتیم و دوستای ما میفهمه که گفتیم. بله اما این قسم که تو برداشت کردی این رقم نگفته بودیم. بله نمی برداشتم، من قناعت دارم، نمی برداشتم. بله دوستای نازنین، از اینکه امروز فولادی جان درباره قناعت برداشت نادرست کرده، پس خوب است که امروز بریم درباره قناعت از دوستای ما گزارش بگیریم. بله گزارش بده. به نظر من اگه گپای دوستای ما را فولادی جان بشنوه مطمئنن که یک مفهوم خوبی رو میگیره. بله رو بابا جان، بله؟ ما فولادی جان میریم که گزارش بگیریم، تو ما می جمعه دوستای ما گزارش بله. ببین درست قانع باشی، تو رو نمیبریم. درست است. بله قانع هستم. بله فولادی جان، بله آماده هستی که بریم گزارش بگیریم؟ بله آماده هستم، بریم. بله دوستا، ما فولادی جان میریم که گزارش بگیریم و شما هم بننده گزارش بله. باشین. با ما باشین. با ما باشین دوستان. سلام.
سلام دوستای نازنین، در بخش گزارش هفته ما خیلی زیاد خوش آمدین. دوستای نازنین، انشالله که خوب باشین. ما یه هفته همچنان در یکی از مکاتب به شهر کابل آمدیم تا یکی درباره قناعت گزارش بگیریم. اما تو نیست فولادی جان؟ بله، من هم سلام تقدیم میکنم خدمت کل دوستکای عزیزم. خدا کنه تا آخر گزارش قدما باشن. موضوع گزارش ما چیست؟ قناعت. قناعت؟ بله مریم جان، قناعت. قناعت باید دوستکای ما بفهمه که قناعت چیز مثل من خوب متوجه باشن. آفرین آفرین فولادی جان. دوستای نازنین، امروز بر اولین بار فولادی جان خیلی گپای خوب میزنه. بله، من که همیشه گپای خوب میزنم. فولادی جان، خب میگه که قناعت خیلی خوب است. تا هنوز درباره کدام چیز قناعت داشته میشه برای ما کمی بگوییم؟ تا هنوز بله؟ آه مریم جان، مثلا من امروز نان زیاد کم خوردم، سر جونم کلش قناعت دارم. چی میگی فولادی؟ مثلاً... نان کم بودی، نان کم خوردی؟ مثلا دیگهش مثلا دیگه؟ من درس نمیخونم، سر زمون درس نخوندن خود قناعت دارم. فولادی؟ حتی اگه ناکامم بارم سر زمون ناکام موندن خود قناعت دارم مریم جان. چی میگه فولادی؟ خانشتو. وای فولادی، قسم نی دیگه. چرا همیشه نه نمیگی؟ به نظر من فولادی تو درباره قناعت کم برداشت اشتباه کردی. یعنی که برداشت قناعت خوب است، بله، اما این برداشت که تو داری به نظر من اشتباه هست. البته مثلا نمیان خودت این برداشت از من کردی، سعی نمی من خانشتو. وای فولادی، بله، به یه نوزه قانیستی؟ بله دیگه، خودتون همیشه گفتین تو رو بابا جان همیشه نمیگین که باید قانی باشی، قناعت داشته باشی. فولادی جان، فولادی جان، مثلا میگه که من هیچ درس نمیخوانم اما قانیست مگر ناکامم بمانم، قناعت میکنم. بله. نه نه فولادی جان، اصلا کار خوب نیستم. فولادی باز کار کرد. دوست اینو زنین فولادی باز کار کرد. باید کپای مرا قبول نمیکنم. یا باز فکرهای بلند بلند میکنن. خب به هر صورت دوستای نازنین، خب است که ما از دوستای خود درباره قناعت چی است، یعنی خوب است بعد از گزارش بگیریم. اما سعی است دیگه فولادی، سعی است ما میگم خوب است، اما این قسم که تو قناعت داری قسم نی دیگه. ما باید درس بخونیم، باید کوشش کنیم، زحمت بکشیم. این میگه فولادی میگه که اگر من درسم نخوانم قناعت دارم، اگر ناکامم بانم قناعت دارم. اما به نظر شما این خوب است؟ اصلا هم به نظر ما کار خوب نیست. ما باید درس بخونیم، هر چقدر درس بخونیم بازم باید که قناعت داشته باشیم. پس خوب است که باید طرف اولین دوست ما فولادی بریم. بریم. خوش آمدین دوستکای عزیزم. حالا میرم معرفی دوستک خودم میگیرم که کی هستک و مریم جان عزیز چه سوالی داره. سلام دوست عزیز، خودت به ما و به دوستکای ما مریم جان معرفی کو. بسم الله الرحمن الرحیم. سید علی سجاد هستم، صف هفتم. سید علی جان، سید علی سجاد جان، دوست نازنین ما، ما امروز درباره قناعت میخوایم گزارش بگیریم. بله. میشه که بر ما بگی قناعت یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی قناعت یعنی و چیزهایی که داریم اکتفا کنیم و اکتفا کنیم. قناعت به معنی راضی بودن از داشته ها. چقدر خوب گفت. چیزی که داشته باشیم باید قانع باشیم. تشکر از دوست نازنین ما، چقدر گپای خوب گفت فولادی جان. بله، میگه باید به هر چیزی که داشتیم قناعت کنیم. بله فولادی جان، همیشه باید به چیزایی که داریم شکرگزار باشیم و قناعت داشته باشیم. بریم طرف دوست بعدی ما. خوب است. بله دوستای نازنین، رسیدیم به دوست بعدی ما. اول خوب است که نامش پرسون کنیم. صف چندم است؟ میسم هستم، صف نهم. بله میسم جان، صف نهم چقدر نام مقبول داره و چقدر خوب است. ناشالله چقدر لایق مالو میشه فولادی. بله میسم جان، میسم جان، من از خودت یک سوال دارم. خب آیا آدم های قانع را خداوند دوست داره؟ بله 100%، به خاطر اینکه اگر آدم ها قانع باشن به معنی این است که شکر، با معنی این است که شکرگزار هستند. ما با داشته های خود راضی هستند و آدم های شکرگزار را خداوند دوست دارد. پس چقدر خوب است که ما قانع باشیم. بله فولادی جان، چقدر خوب است که ما قانع باشیم، خداوند ما را دوست داشته باشه. بله تشکر میسم جان، با این جواب بسیار خوبه. بله بریم طرف دوست بعدی ما. سلام دوستک خوبم، میشه خودت به ما و به دوستکای ما معرفی کنی؟
احمد علی هستم، شاگرد صنف هفتم. احمد علی جان پنج. احمد علی جان چقدر نام مقبول داری. دوست نظری میشه برای ما بگویی که آیا قناعت داشتن فایده هم داره؟ بله فایده داره. فایده داره. یکی از فایده هایش این است که ما دچار مشکلات جسمی و روحی نمیشیم. و فایده دیگرش این است که وقتی پدر مادر برای ما دوست داشتنی تر میشه. وقتی پدر مثلا وقتی پدر مادر برای ما چیز میخرن از آن رضایت داشته باشیم، پدر مادر ما را دوست میدارن. چقدر خوب فلودی. بله. یعنی که پدر مادر مچقه ما را دوست می داشته باشه، به خاطر که قناعت خیلی فایده ها داره. دوستا تشکر از دوست نازنین ما. بله تشکر از دوستکم. بله برون طرف دوست بعدی. بله دوست نازنین، حالا برون طرف دوست بعدی ما برش سلام بتم. سلام دوست نازنین، میشه نامت بر ما بگوی صنف چندم هستی؟ سلام، نام علی مزمل است، صنف هشتم الف. بله علی مزمل جان، چقدر نام مقبول داره ولدی. بله بله علی مزمل جان بسیار نامش مقبول است. علی مزمل جان، خودت به ما یا بر دوستکان ما میگی که ضد قناعت چی است؟ ضد قناعت امو زیاده خواهی است. خوب. که مثلا ما مال که داریم به او قانع نیستیم و راضی نیستیم و از او کده بیشتر میخواییم، که ایره میگن زیاده خواهی و یام کار خوبی نیست، نباید زیاده خواهی باشیم و همیشه باید به داشته ها و مالهای خود که داریم و خداوند به ما که عطا کده باید قانع باشیم و قناعت کنیم. به به چقدر یک جواب مقبولی دادی. بله. راست میگه علی مزمل جان. راست. بله. میگه. تشکر از دوستکم. تشکر از علی مزمل جان، واقعا خیلی گپ خود خوبه گفت. یعنی که اگه کسی قناعت نداره زیاده خواهی داره دیگه حتما. بله او زیاده بله. خواهی خوب نیست. بریم طرف دوست بعدی ما. خوب بله. است بلادی. بریم طرف دوست دیگه ما. میرم با دوستک خود آشنا میشم. اول میرم نامکش پرسان میکنم. سلام دوسته از خود به ما و به همگی معرفی کن. سید سجاد هستم، صنف هشتم. سید سجاد جان، نام خود چقدر تیزیز گپ میزنی. بله سید سجاد جان، دوست نازنین ما چقدر نام مقبول داره. بله. دوست نازنین، میشه که از پیامبر ما درباره قناعت کدام حدیث گفته باشه برای ما همچنان بگویی؟ بله، ایشان فرمودن مال کمی که نیاز انسان رو برآورده سازد بهتر از مال زیادی است که انسان رو از خدا باز دارد. بله پیامبر بزرگوار ما چقدر گپ خوبی گفته، چقدر حدیث زیبا برای ما شما گفته. پس خوب است که ما همیشه به داشته هایی که داریم شکرگزار بشیم. دوستا تشکر از دوست نازنین. بریم طرف دوست دیگه خدا. بله بله دوستان زنی، برون طرف دوست بعدی ما نامش پرسان کنیم و یک صنف چندم است میشه برای ما بگویید دوست نازنین؟ بسم الله الرحمن الرحیم، بنده احمد فائز و صنف هفتم، متعلم صنف هفتم در لیسه عالی ختم نوین. بله نمت یک بار دیگه میگی دوستکم. احمد فائز. احمد فائز جان دوبار ساعتت مقبوله، ساعت نشان بده به دوستکای ما. فولادی چی کارش داری؟ خب خیر صوت زیاد مقبول از این صوت. بله بسیار مقبول است. زیاد صوتت مقبوله فولادی. صوت چی سرخ هم هست. وای فولادی وای باید بخود بخرم من. ای بس خیلی زمان با سوال دوست پرسان کن. من چقدر گپ میزنی؟ من گپ میزنم یا تو؟ تو احمد جان من ازت یک سوال دارم. خب به نظر خودت آیا قانون نبودن ضررم داره یا نداره؟ چرا نه؟ انسان وقتی که خداوند چیزی را بر انسان مقدر کرده است و انسان از و انسان از او چشم طمع به مال دیگران خواهد انداخت و این باعث این میشه که به مال دیگران دست درازی بکنه. خوب. و این امی کارش باعث ذلتی او شخص میشه. غیر از این انسانهایی که با قناعت رضایت ندارن ضررهای روحی و جسمی هم دارن، شاید از دست دادن نزدیکانش یا از دست دادن اقاربشان. قدر ضرر داره. خوب است که من همیشه قانع هستم. خوب شد. فولادی ضرر خود زیاد داره. اما قسم که تو قانع هستی و قسمم خوب نیست فولادی. چشم مریم جان تشکر دوستا که خوبم. بسیار یک جواب خوب به ما دادی. بله تشکر از دوست نازنین ما، چقدر جواب خوبی داد، چقدر گپای خوبی گفت. یعنی که اگه ما قناعت نداشته باشیم بعض ضررها همچنان شاید ببینیم. دوست نازنین چقدر گپای خوبی گفتی فولادی جان. بله دوستا ما چقدر خوب به سوال ما جواب داد و خدا کنه دوستا ما
همگیش از این گزارش ما خوششان آمده باشه. بله انشالله که دوستای ما همگیشان خوششان آمده باشه و خوششان بیای همیشه. بله. و اینکه دوستای ما خیلی گزارش خوب برای ما دادن، تشکری از کالشان میکنیم، تشکری از شما میکنیم که برنده گزارش بودین. بله این بود از گزارش این هفته ما، تا گزارش بعد خدا فزدا نگهدار. بله دوستای نازنین، گزارش با هم دیگه دیدیم و خوب است که از دوستای نازنین ما که بر ما گزارش دادن تشکری خیلی خیلی خاصی داشته باشیم و همچنان بله از مام تشکری کنیم، از فولادی جان و مریم جانم تشکری کنیم که خیلی گزارش خوبی رو گرفتن و بر ما آماده کردن و همچنان بله تشکر از شما دوستای خوب و نازنین که گزارش ما را دیدین. بله مام تشکری میکنم از کل دوستکم که در گزارش شرکت کرده بودن. بله فلودی جان. بله بله مام تشکر میکنم از کل دوستای ما که برای ما گزارش دادن، واقعا گپای خیلی خوب گفتن. خیلی گپ برای قنات خیلی به سوالات ما خیلی خوب پاسخ دادن، جواب دادن. بله خیلی خوب شد. خوب شد که فولادی جان هم دیگه عالی در مورد قناعت چیزای خوب را فهمید. بله من زیاد چیزا را فهمیدم. زیاد چیزا را. بله خوب شد خدا را شکر فولادی فهمید. تصمیم دارم این دفعه تصمیم داشتم که امتحان لیاقت بتم که پیش برم. این دفعه میخوام 3 تا امتحان بتم، 3 سن فهمید تو پیش برو. دیگه فولادی چی میگی؟ شب و روز و صبح و چاشت و هر دقیقه درس بخونم، روز 6 دفعه نان بخورم. وای باشد که یعنی کورسای من باید زود خلاص شوه، کل درسای من باید زود خلاص شوه، مثلا در 15 روز کل درسم باید خلاص شوه. اما تو پیش برم، باید من پیشرفت کنم. فولادی جان بازم تو قسمی از قناعت فهمیدی؟ چه قسمی مثلا؟ باز در اشتباه استم. نه بگوین باز اشتباه میکنم. خب بگوین دیگه. نه به نظر شما فولادی دوباره درست متوجه شده یا نه؟ بله به نظر دوستای ما فولادی درست متوجه شده یا نه؟ بله دوستای ما خود متوجه شده که قناعت چی است. فولادی چی میگم؟ بله دوستای ما گفت من میخوام 2-3 سال یک دفعه‌ای پیشرفت کنم و امتحان لیاقت بدم که اصلا امکان ندارم. بله تصمیم داره که در 3 ماه زمستان 2 سنف بخونه. 5 روز 15 روز یعنی که در 15 روز یک سنف بخونه امتحان بده آمادگی بگیره و در 15 روز دیگه یک سنف دیگه. این امکان داره به نظر مریم؟ نه اصلا امکان داره؟ نداره. ببین روبه جان اصلا دقل ما جور نمی که ما درس یک ساله را در 15 روز بخوانم یاد بگیریم. مریم جان رو بابا جان اولا میگفتی که نه فولادی جان اشتباه کردی، آلی هم که میگم میگی نه فولادی جان اشتباه کردی. خی امی فولادی جان چی وقت راستش هم میگه؟ آه صحیح فولادی جان. بله جان. چی وقت در فولادی جان راست میگه؟ خب وقتی که ما برات گفتیم و تو متوجه گپای ما شدی، وقتی که جواب سوال ما رو خوب دادی، وقت است که تو فهمیدی. بله یعنی باز من در اشتباه استم؟ متاسفانه بله. بله این را تنها ما نمیگیم، البته دوستای نازنین که در داخل خانه هستن هم این را برات میگه فولادی. بله البته که دوستای ما درک کرده فهمیدن. ببین شما بگوین دیگه خیرات شما بگوین. درست است فولادی جان ما امروز درباره قناعت کمی بیشتر میگیم تا اینکه ارسی ما بفهمیم و اینکه دوستای ما بفهمه. خوب است؟ درست است؟ بگویم بله فولادی جان و دوستای نازنین، امروز میخواییم که درباره قناعت چیست معلومات بگویم و هم خود ما بفهمیم و هم کسایی که نمیفهمن هم بفهمن. بیم اول طرف تعریف قناعت ببینیم که قناعت خودش اصلا چی تعریف داره. خوب است؟ بله میگه قناعت در لغت به معنای بسنده کردن یا بس کردن یا بس بودن به مقدار چیز کم میباشه. کسایی که مثلا چی کالا باشه، چی وسایل باشه، هر چیزی که داره یا هر چیزی که نصیب او شخص شده با همون چیزی که داره قناعت و شکرگزاری داشته باشه. و دیگه ای که کسایی که قناعت داشته باشن این باعث میشه که همیشه عزت نفس داشته باشن، همیشه حرمت داشته باشن، همیشه سربلند باشن، همیشه پیروز باشن و پیشرفت کنن، چی در دنیایی که فعلا ما زندگی میکنیم و چی در آخرتی که در آینده
انتظار ما را میکشه. بله، بله. پس ما وقتی که قناعت داریم همیشه شکرگزار میباشیم، همیشه چیزایی که بر ما داده خداوند بزرگ ما، هر چیزی که باشه، چی خوراک باشه، پوشاک باشه، هر چیزی که بر ما وسایلی که داده، همیشه شکرگزاری خداوند به جای میاریم و او است که باعث سربلندی و عزت همگی ما میشه. بله، چقدر خوب. بله، حال امیدوار است بابا جان. بله. برعکس قناعت یا ضد قناعت طمع است. طمع یعنی کسی که زیاد دیگرا بله چشم داشته باشه یا بیش از حد زیاد خواهی کنه که من هر چیز بیشتر بخوام. ولی فکر کنم که ما در این باره صحبت هایم داشته بودیم، در گذشته برنامه داشته بودیم و فعلا فکر کنم کم کم فولادی جان حریص شده به خاطر که میخواد که خیلی زیاد داشته باشه و خیلی زیاد یک دفعه پیشرفت. بله، بله. اصلا ناممکن است. دقیقاً. بله. و... باش میگن داشته باشتم. باش. بله فولادی جان. بله فولادی. دوباره بیشتر توضیح بدیم برای تو؟ خیلی تو گپ باش. بله. آه فولادی جان. فولادی میخوایی که دوباره برایش گپ بزنیم. بله شایست دوباره بگویم بگویم. بله دوستای نازنین، معنای کلمه قناعت به معنی رضایت هست. رضایت از چی؟ آیا رضایت داشتن از اینکه فولادی جان گفت که من رضایت دارم که مثلا در گزارش هم گفتی درست است؟ بله. گفتی من رضایت دارم از اینکه امروز نان کم خورده مثلا کارهای خوبی انجام به هر چیزی رضایت دارم. نه، ما باید به چیزهایی که به اندازه نیاز داریم رضایت و قناعت داشته باشیم. به اندازه؟ بله به اندازه. فولادی جان به اندازه. دوستای نازنین ما که در خانه هستن هم متوجه هستن که ما باید هر چیزی رو که نیاز داریم به او اندازه که نیاز داریم در او قناعت داشته باشیم و نباید به این معنی نیست که خیلی وقت تو از چیزهایی که نیاز داریم بگذاریم و بگیم که ما قناعت داریم. به این معنی نیست. قناعت داشتن به معنی که در او چیزی که به اندازه که نیاز داریم در او قانع باشیم و این خیلی خوب است که ما چیزهایی که خداوند مهربان برای ما داده از او قناعت داشته باشیم و سپاسگزار باشیم و آدمهای قناعت پیشه یا قناعت داره و نام انسان‌های قانع یاد می‌کنه و خیلی خوب است که ما همیشه انسان‌های قانعی باشیم. بله رو بابا جان، خوب است که همیشه قناعت داشته باشیم و قانع باشیم. فولادی جان رو بابا جان، بریم با هم یک کارتون ببینیم. بله بسیار خوب است. دوستان نازنین ما حتما منتظر دیدن یک کارتون هستن، پس کارتون با هم دیگه می‌بینیم. با ما باشین دوستا. حضرت امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند قناعت ثروت است پایان ناپذیر. بله امیرالمومنین علیه السلام برای ما خیلی گپ خوب گفته و تشکر می‌کنم از شما دوستان نازنین که تا لحظات با ما هستین. ما کموتون درباره قناعت بعضی بله. چیزا را گفتیم. بله کموتون بله. کموتون درباره قناعت به ما گفتین و یک سوال هم دارم. خب قناعت داشتن آیا فایده هم داره یا نداره؟ بله یا همون تو عادی هست؟ دقیقا بله. سوالت بسیار خوب بود. بله فولادی جان خودتون نمیگه سوال خوبی کرده که میگه قناعت چه فایده ها داره. خب خیلی فایده داره. بله صد در صد داره. فولادی جان خب بگوین فایده شون بگوین. خوب است که شروع کنیم. بله فولادی جان و دوستای خوبم، قناعت داشتن خیلی فایده ها داره، خیلی خیلی زیاد. اگر ما انسان ها به قناعت داشتن توجه داشته باشیم و قناعت داشته باشیم و یکی از فایده ها یا اولین فایده شی است که قناعت داشتن باعث عزت و سربلندی ما انسان ها میشه. بله دوستا اگر ما به مال که داریم، به هر چیزی که داریم قناعت داشته باشیم، پس ما همیشه سربلند هستیم، همیشه با عزت هستیم و دیگه نزد دیگه مردم، نزد همگان خیلی زیاد انسان های با همت و سربلند و محترم میباشیم. اگر خدای نخواسته، خدای نخواسته ما چیکار کنیم؟ حریص باشیم، طمع داشته باشیم، پس پیش دیگرا خار و ذلیل هستیم. دیگرا فکر میکنم ما چقدر انسانای خار و ذلیل هستیم، چقدر حقیر و فقیر هستیم. پس خوب است که ما همیشه چی داشته باشیم؟ قناعت داشته باشیم و قانع باشیم به خاطر که عزت و سربلندی و احترام داشته باشیم. بله بسیار خوب است که ما همگی ما خوش داریم که عزت و سربلندی داشته باشیم. بله خوش داریم. پس اگه میخوایم که خوش داشتیم، پس اگه میخوایم که عزت و سربلندی کسب کنیم، پس قناعت پیشه کنیم. بله خود دیگه بله دیگه فایده داره. دوستای نازنین این رو خوش همه ما میفهمیم که هیچ کسی از احتیاج داشتن و فقیر بودن خوشش نمیآید. من نمیخوام که فقیر باشن و برعکس همه انسان ها دوست دارن چی باشن؟
ثروتمند باشن، پولدار باشن، چیزهای خیلی زیادی داشته باشن. پس قناعت داشتن به این معناست که ما ثروتمند هستیم در حقیقت، به خاطر که انسان ها به هر اندازه‌ای که حریص شوند و به نظرشون مال و این چیزهای دنیا زیاد شود، به ما اندازه نیازمندی هایشان هم چی؟ زیادتر میشن. بله زیاد میشن. به نظرشون میاد که حتما من نیاز دارم و این کم است در نظر من. پس از این خاطر قناعت داشتن خیلی خوب است و باعث میشه که ما همیشه دارا و ثروتمند باشیم. از این خاطر همیشه تاکید شده چی؟ قناعت پیشه باشیم و به هر چیزی که خداوند مهربان برای ما داده قانع باشیم و از او به خاطر دارایی هایی که داریم از خداوند مهربان سپاسگزار باشیم. بله رو بابا جان. اما تا که من پیشتر حدیث از حضرت امیرالمومنین علیه علی علیه السلام گفتم و خواندم، قناعت ثروت پایان ناپذیر است. بله. اگر ما قناعت داشته باشیم ثروت ما چی میشه؟ پایان ناپذیر میشه. یعنی بله که ما مثلا اگر قناعت داشته باشیم خب طمع حرص نداریم. وقتی دقیقا. که حرص طمع نداشته باشیم هر چیزی که داریم شکرگزار هستیم و همه مال ما هر چیزی که داریم با برکت میباشه. دقیقاً و برکتی رو که خداوند مهربان دام اون مال اندکی ما میده خیلی خودش خوبتر از این چیزی است که ما همیشه خودمون سعی کنیم چیز را به دست بیاریم. شاید مسیری که ما میخوایم مور بلس بیاریم خیلی دچار رنج و زحمت و اذیت زیادی شویم. ما در هر دو حالت در اشتباه بودن. بله خب هر دو حالت فامید. بله خوب شد فامیدی فولادی جان. بازم خیلی خوب شد. نه من خوب فامیدم. بله البته دیگه فولادی جان. بله تشکر که فامیدی. اما خب از با هم یک کارتون ببینیم. شاید دوستای ما ببینن کارتون بخواهیم کارتون ببینن. درست است؟ پس دوستان نازنین کارتون رو با هم دیگه میبینیم و دوباره برمیگردیم. با ما باشین. بله دوستای خوب و نازنین، امیدوار هستم که از دیدن این کارتون زیبا خوشتون آمده باشه. و تشکر از اینکه تا این دم با ما همراه هستید. بله و من هم تشکر میکنم از شما دوتا که خوب شد همراه من صحبت کردیم. بله. و من متوجه از این شدم که واقعا من در اشتباه بودم. ما در هر چیزی که دارم باید قانع باشم و زیاده خواه هم نباشم. به هر چیزی که دارم شکرگزار باشم. بله خوب گپار یاد گرفته فولادی. ما خیلی تو خوب بچه هستم. میبینیم دوستای نازنین فولادی چقدر خوب گپار یاد گرفته. بسیار فولادی جان واقعا که فولادی ناز بله بله فامیده هست. از ما یاد بگیرین. تشکر. خواهش میکنم فولادی جان. یاد میگیریم. یاد بگیرین. خب تو میگه برای ما. خب به هر صورت دوستای ما و همه و همچنان همگی ما امروز درباره قناعت بس گپارا گفتیم و درباره ایزه که قناعت واقعا قناعت داشتن کار خوبی هست. همیشه کلگی ما در هر جایی که هستیم قناعت داشته باشیم به مالی که خداوند برای ما داده، به صحتی که برای ما داده، به هر چیزی که برای ما نصیب شده قانع باشیم. بله و قناعت داشتن خیلی کار خوبی است. امیدوار هستم که دوستای نازنین ما از به بعد سعی کنند که خیلی قانع و آدمای خوبی باشند. بله انشاءالله که دوستای ما از برنامه امروز ما خوششان اومده باشه و لذت برده باشند. بله دوستای نازنین تا برنامه بعد خدا خدا حافظتان. خدا نگهدار.